یه خبرنگار داخلی درباره یک کسادی و ورشکستگی این که انتخاباتی خامنه ای تو ایکس نوشته بعد از انتخابات 1400 که اصلا رقابتی نبود هیچ وقت فضای اجتماعی در آستانه انتخابات مثل این انتخابات بیرونق و سرد نبوده دورود به شما هم میهنان به کانال خبری تحلیلی ایران دیلی خیلی خوش اومدید اگر از ویدیوها خوشتون اومد لطفا لایک کنید و با دوستانتون به اشتراک بگذارید تا بتونیم بیشتر دیده بشیم و مطالب بهتری براتون آماده کنیم سپاس از اینکه همراه ما هستید خامنه اعتراف کرد انتخابات یعنی مشروعیت بخشیدن به جنایات من یک خبرنگار داخلی درباره یک کسادی و ورشکستگی این سیرک انتخاباتی خامنه ای تو ایکس نوشته بعد از انتخابات 1400 که اصلا رقابتی نبود هیچ وقت فضای اجتماعی در آستانه انتخابات مثل این انتخابات بیرونق و سرد نبوده حالا خامنه ای دوباره اومده جلو و برای حضور مردم تو این نمایش مسخره که اسمش و انتخابات گذاشته التماس کرده این دیکتاتور صاف و پوسکنده گفته که اگه مردم به اندازه کافی تو این انتخابات شرکت نکنن دشمنامون زبونشون دراز میشه خامنه ای گفته مهمترین اثر مشارکت بالا که ما خیلی روش اصرار داریم سربلندی نظام جمهوری اسلامی جمهوری اسلامی دشمن داره و یکی از چیزایی که نظام رو بر دشمنان پیروز میکنه انتخابات و مشارکت بالای مردمه این مردک اضافه کرده تجربه نشون داده هر وقت مشارکت کم بوده دشمنای جمهوری اسلامی زبونشون دراز شده با شرکت تو انتخابات زبون دشمنمون کوتاه میشه و نمیتونن ملامتمون کنن و دشمن شاد نمیشیم این حرفا در حالی زده میشه که طبق نظرسنجی سازمان حکومتی ایسپا 73 درصد مردم مناظره اول این نامزدای ریاست جمهوری رو ندیدن همچنین نزدیک به 36 درصد تاکید کردند که اصلا اخبار انتخابات رو دنبال نمیکنند. با این حال ناظرا و گزارشگرایی که دعوا و جنگای لفظی این نامزده رو دنبال میکنند از این همه بیاطلاعی و دروغگویی حضرات تعجب کردند. روزنامه جمهوری اسلامی هم نوشته انتظار میره معیارها برای نامزدی ریاست جمهوری و سایر مسئولیت ها اونقدر پررنگ و پرمحتوا باشن که مردم جذب بشن و برن پای صندوق های رأی این که چنین نیست به خاطر عملکرد خودمونه که معیارها رو جابجا جا کردیم ما به کسای عنوان رجل سیاسی دادیم که نه با مدیریت آشنایی دارن و نه با اخلاق این کار ما کوچیک شمردن مردمه یه بار خمینی گفته بود مجلس اصاره گه همه ی فضائل ملته همه دیدن که معنی فضائل چیه یک مش اوباش و قارتگر و بازجو که چهار ده هست مشغول قانون گذارین حالا تا از اینا شدن نامزد ریاست جمهوری روزنامه یه جهان صنعتم هم نوشته دقت تو حرفای این شیش کاندیدا نشون میده که یک خطر بزرگ تو کمین ایرانه این شیش نفر جوری رفتار میکنن که انگار اداره یه کشور کار ساده یه و تنها دلیل نابسامانی ها اینه که بقیه نفهمیدن این ساده انگاری فاجعه ها روزهای بدتری رو برای این سرزمین به همراه داره پس تنها خامنه ایه که میخواد با بالا کشیدن یکی از اینا مشروعیت نداشته خودشو ترمیم کنه اما ملت ایران دیگه فریب این بازی ها رو نمیخوره اما در ادامه ویدیوی کوتاه ببینیم از مهدی فلاحتی یک جنبش مردمی برای رسیدن به هدف علیه حکومت چه چیزایی لازم داره باید حتما یک رهبری مشخصی وجود داشته باشه نه یک شخص مشخص ولی یک افراد مشخص مثلا میتونه شورای باشه میتونه گروهی باشه و در ضمن یک درجاتی از سازماندهی میتونه وجود داشته باشه یعنی درجاتی که حالا میتونن انجمنهای مثلا دانشگاهی و دانشجویی و کارگری و اینها باشن باز کشورهای مختلف رنگاه کنیم یک ویژگی که همشون دارن اینه که زمانی این جنبش‌ها به موفقیت میرسن که یک اتحادی بین اقشار مختلف وجود داشته باشه یعنی بخصوص اگه من دو تا رو بخوام مثال بزنم قشرهای کارگری و قشرهای دانشجویی و روشنفکری و دانشگاهی دیگه اینا مثلا همه به هم مربوط بشن هانا هنرمندان و اینها که مثلا اینها این دو قشر معمولا باید یک تماسی با هم داشته باشن و معمولا در ضم یک نکته بسیار مهمه دیگه اینه شما باید یک متحدینی در حکومت حاضر هم داشته باشید پیدا کنید وقتی میگم حکومت حاضر منظورم نیست که مثلا رئیس جمهور یا وزرا یا اینها ولی خب در سطح توده ایش که حتما باید یعنی در سطح مثلا نیروهای نظامی اونها که با حتما باید صورت بگیره چون چرا نیروهای نظامی کنار میرن واسه اینکه میان با این حکومت جدید یعنی با اون قدرت جدید موافقت میکنن دیگه مگرنه هیچ نیروی نظامی که اگه نیروی نظامی همه پشت یک حکومت باشه بالاخره هر میتونه بزنه و بکشه در هر جایی دیگه میگه مردم هر چقدر داشته باشن نمیتونن جوری مثلا 100 هزار نفر 200 هزار نفر 300 هزار نفر یونیفرم پوش بیسند که و این زمانی صورت میگیره که شما بتونید بخش های از اون حکومت رو به سمت خودتون برگردونید حالا یا به سمت طرفی یا به سمت دفاع از شما و در آخر این در صورتی صورت همچین چیزی صورت میگیره که شما واقعا بتونید یک درجه ای از اتحاد رو ایجاد بکنید اونم نه اتحاد علکی یا کلامی یا اینها یه اتحادی که واقعا بگن که ما یه مسئله داریم اون مسئله اون این حکومته این حکومت رو بزنیم کنار و اون وقت دعواهای بقیه خودمون یه شیوه دیگه حل میکنیم شکر خدا دموکراسی یک شیوه راحتی برای این حل هم گذاشته یعنی شما یک تعهد دموکراتیک بگیرین که به نظر میاد شما از تمام های مختلف توی ایران هم گفتگو بکنین از جنیات مختلف همه ی حرف رو میزنن که آقا یه حکومت ایران باشه که مردم با رأی خودشون مثلا تو مجلس محسسان شکلش انتخاب کنن و مثلا نمایندهش انتخاب کنن و حالا رئیس اون حکومت رو از انتخاب بکنن یا غیره و ولی اگه اینجوری باشه شما واقعا وقت با اختلافات کنار بگذارین نمیتونیم بیاین دعوا کنید مثلا سر اتفاقات 40 50 سال گذشته یک کشور یا سر گرایشات مختلف مذهبی اون کشور ولی خب در اون صورت باید انضباط داشته باشید از این دیگه یعنی شما ببینید آقای خمینی نمونه یک انضباط انقلابی بود آقای خمینی هیچ وقت نمی مثلا بگه مثلا مارکسیست ها نجسن اینا رو ما نمیخوایم قبل از سال 57 رو عرض می دیگه چرا نمیگفت؟ گفت که رو که داشت بین که نمیخواست که اونها رو از دست بده که شما ببینید چقدر روی آقای خمینی فشار بود که بیاد این مجاهدین خلق رو ترد بکنه شریعتی چی ها رو ترد بکنه کسی مثل متحری این همه مثلا علیه شریعتی بود هیچ آقای خمینی این کار نکرد بین علت که میدونست باید نماینده یک طیف وسیع خودش رو جلوه بده و این کار رو هم تونست بکنه حالا شیوه غیر صادقانش آقای خمینی شیوه صادقانش و دموکراتیکش کسی مثل نلسون ماندلا در آفریقای جنوبی یا لخوالسا در لهستان یا های مختلف در شیلی که اینا هم گفتن واقعا ما یک ملت داریم یک تعریفی از ملت داریم هر کسی درون این چادر ملت دیگه ملته و میتونه بیاد توی این انتخابات شرکت بکنه و ما فقط میخوایم مثلا دیکتاتوری کنار بره و این ویژگی هایی هستش که همه با هم در واقع باید دست به دست هم بدن تا بتونه یک جنبش اپوزیسیون به موفقیت برسه هنوز هیچی نشده خامنه ای اصلاح طلبای قلابی رو تغییر کرد فقط یک روز بعد از مناظره انتخاباتی درباره سیاست خارجی خامنه ای با وقاحت تمام از یکی از جناح ها انتقاد کرد و با ادبیات تند ایده های سیاست خارجی یکی از نامزدها رو به چالش کشید به گزارش بی بی سی بعد از مناظره ها خط بین شیشتا نامزد درباره مسائلی مثل رابطه با آمریکا مشخص تر شد پزشکیان خودش را منتقد سیاست نگاه به شرق و هوادار مذاکره مستقیم با آمریکا و کاهش نزدیکی به روسیه و چین نشون داد. اون تو یکی از تبلیغاتش گفت که سیاست های خسمانه جمهوری اسلامی با دنیا باعث شده مردم روز به روز بدبختتر بشن. منظورش همون سیاست خارجی تهاجمی و غرب ستیزانه بود که تو سه سال اخیر بیشتر از هشت سال دوره روحانی بر وزارت خارجه حاکم شده. خامنه ای تو سخنرانی سهشنبهش به نامزد اصلاح طلبا حمله کرد و گفت اینا دوچار این توهم هستند که همه ی راه های پیشرفت از آمریکا میگذره. این رهبر دیکتاتور که همیشه ادعا میکنه تو رقابت جناهای مختلف بیطرفه این بار نتونست دست روی دست بذاره و ببینه یه نامزد انتخاباتی با شعارهایی که ایده های خودش رو به چالش میکشه تو انتخابات شرکت کنه. خامنه ای با جملاتی پرکنایه شبیه به پزشکیان که با نقل قولهای عربی از کتاب نهج البلاغه به نقد محافظ کاران پرداخت چندین جمله از این کتاب دینی رو بیان کرد و نتیجه گرفت که بر اساس گفته های علی ابن عبی طالب باید در برابر دشمن سرسختی نشون داد. به گزارش دویچوله کاربرا در شبکه های اجتماعی از جمله شماری از چهره های شناخته شده رسانه ای و فعالان سیاسی بحث های مطرح شده توسط نامزدها رو کسل کننده تکراری و دور از خلاقیت دونستند. حسین رزاق کنشگر سیاسی و فعال رسانه تو صفحه خودش تو شبکه ایکس واکنش نشون داد و نوشت راستش اصلا این انتخابات نیازی به تحریم نداره این نامزدا و این مناظره ها اونقدر رقت انگیز در پی چاکری آستانند که اساسا این خیم شبازی استخدامی رو تبدیل به مسئله اکثریت نمیتونن بکنن محمد مهاجری فعال سیاسی اصولگرا هم نوشت کاش امشب اعضای محترم شورای نگهبان از تلویزیون مناظره دوم رو تماشا کنن و دست پخت خودشون از ناحیه تایید صلاحیت برخی کاندیداها رو ببینن و برای وجدان خودشون جواب پیدا کنن اون ادامه داد استغفار کار خوبیه ولی با حق و ناس چی کار میکنن؟ در همین حال پاستار وحیدی وزیر کشور مدعی شد مشارکت در حال افزایش و آخوند اجهی رئیس قوه قضایی هم هشدار داد که اگه تو انتخابات قفلت کنیم به امنیت لطمه میخوره مشارکت گسترده صحنه رو تغییر میده الان دیوار بین مردم و نظام ملایان اونقدر قطور و بلند شده که این مردم هستند که فراخان به تحریم این نمایش مسخره میدن نه براندازان خارج از کشور اما به نظر میاد احتمال فعال شدن مکانیزم ماشه داره به واقعیت تبدیل میشه. سه کشور اروپایی و آمریکا تو نشست روز دوشنبه شورای امنیت سازمان ملل دور هم جمع شدند تا درباره اقدامات تروریستی جمهوری اسلامی و گسترش برنامه های هسته‌ای تهران حرف بزنند. نمایندگان بریتانیا و فرانسه هم برای اولین بار بعد از مدت ها گفتن که شاید مکانیزم ماشه رو فعال کنن که میتونه تحریم های را المللی رو برگردونه این همون چیزیه که تو ماه آخر ریاست جمهوری ترامپ نزدیک بود شروع بشه ولی با مخالفت اروپایی ها متوقف شد قطنامه 2231 که برجام زمیمشه اکتبر سال آینده میلادی یعنی 16 ماه دیگه منقضی میشه و محدودیت های مرتبط باهاشم هم برداشته میشه کارشناسا بارها درباره بندهای غروب برجام هشدار دادن و میگن که یکی از دلایلی که ایران تو برجام مونده همینه چون بعد از بندهای غروب برجام جامعه بین المللی مجبور میشه با برنامه های جمهوری اسلامی مثل یک کشور عادی برخورد کنه این در حالیه که روزماری دی کارلو معاون دبیر کل سازمان ملل تو جمعبندی خودش درباره اجرای قطنامه 2231 گفت که تلاش ها برای احیای توافق هستهی با ایران به نتیجه نرسیده با این حال بر ادامه دیپلماسی و گفتگو تاکید کرد رابرت وود نماینده آمریکا در سازمان ملل تو این جلسه به مسخره بازی های جمهوری اسلامی برای جلوگیری از دسترسی بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تأسیسات هسته‌ایش و توسعه فعالیت‌های ای که هیچ وقت توجیه صلح‌آمیزی نداره اشاره کرد و گفت آمریکا آماده است از همه ابزارها برای جلوگیری از ای شدن ایران استفاده کنه وود گفت اکتبر 2025 یک نقطه عطف مهم برای جامعه بین مللیه و شورای امنیت میتونه ملاحظات مربوط به مسئله هسته ای ایران رو کنار بذاره. خیلی ها دولت بایدن رو متهم میکنن که با سیاست مماشات با جمهوری اسلامی راه رو برای توسعه به فعالیت های هسته ای تهران باز گذاشته. در بیانیه بریتانیا که بعد از نشست شورای امنیت منتشر شد به گزارش های متعدد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اشاره شده که نمیتونن ماهیت صلحآمیز فعالیت های ایران رو تایید کنند. این بیانیه میگه که سطح ذخایر اورانیوم غنی شده در ایران به سی برابر حد مجاز برجام رسیده از طرف دیگه ایران داره سانتیفیوژ های بیشتری نصب میکنه تا ظرفیت غنیسازی رو افزایش بده. این بیانیه با اشاره به انقضای قطعنامه 2231 تو اکتبر 2025 میگه که با توجه به پیشرفت خطرناک تهران به طرف تولید سلاح هسته‌ای این موقعیت باید برای شورای امنیت یک نگرانی جدی باشه همچنین تاکید کرده که حق بازگردوندن تحریم‌های بین‌المللی وجود داره بریتانیا که همچنان عضو برجامه میگه سه کشور اروپایی به راهکار دیپلماتیک متحد هستند و همزمان ایران هم باید این تعهد رو نشون بده. با این حال بریتانیا تاکید کرده که در صورت لزوم پیش از اکتبر 2025 همه گزینه های دیپلماتیک روی میز از جمله مکانیزم ماشه رو هم در نظر دارند نماینده فرانسه هم تو سازمان ملل با اشاره به نقص های متعدد برجام توسط جمهوری اسلامی موضوع فعالسازی مکانیزم ماشه رو مطرح کرده در بیانیه مشترک بریتانیا، فرانسه و آلمان هم اومده که عدم همکاری ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تو سالهای اخیر بند منع اشاعه جهانی رو تضعیف کرده و آژانس از کارهای ضروری برای برآورد فعالیت‌های هسته‌ای ایران باز داشته این بیانیه هم بر راه حل دیپلماتیک برای مسئله هسته ایران تاکید داره و از ایران میخواد فورا و جدی به دیپلماسی و اجرای تعهدات خودش تو 16 ماه باقی مونده پایبند باشه. سپاس که تا اینجا با ما همراه بودید امیدواریم مطالب براتون مفید بوده باشه خواهش میکنم ویدیوها رو لایک کنید و با دوستانتون به اشتراک بگذارید تا بقیه هم بهره مند بشند تا برنامه بعدی بدرود